افشین هستم با 150 برنامه اپوزیتون. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه میشه. این اطلاع رسانی در نقد عملکرد مسئولان و مدیران یا همون حاکمان نظام مقدس صورت میگیره، اما معنای اون احساس رضایت و خوشحالی از این عملکرد ضعیف و قابل نقد اونها نیست. ای کاش اونها واقعا میدونستن دارن چه میکنن. ای کاش دریاچه ارومیه خشک نمیشد هیچ وقت. ای کاش 7 میلیون تن نمک پشت سد گتوند جمع نمیشد. ای کاش نزدیک به 1.5 میلیون نفر معتاد ثبت شده که هر روز بعد مصرف مواد مخدر داشته باشن در کشور نداشتیم. ای کاش هر روز نخبگان و مغزهای ما از کشور فرار نمیکردن که یه جورایی سرمایه های اجتماعی ما هستن. ای کاش فعالان اجتماعی ما به زندان نمیافتادن. ای کاش هر روز پرونده فساد مالی حکومتی در کشور رو نمیشد. و ای کاش میتونستیم نفس بکشیم راحت و آسمان همچنان آبی بود. اما خب نیست. پس اپوزیت همچنان به کارش ادامه میده. در برنامه این هفته به آخرین سخنرانی آقای بزرگ که برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایراد شد پرداخته میشود و در همین جریان به دلیل جاری بودن انقلاب و تمام نشدن آن پی میبریم. بعد از تهدید انقلاب آگاه میشویم و آن را اندکی تجزیه و تحلیل میکنیم. آقای بزرگ روز چهارشنبه 25 شهریور ماه برای اعضای ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخنرانی کردند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 4 کلمه است. هر کدام از این 4 کلمه یک عمقی دارد، یک مغزی دارد. آقای بزرگ در طول این سخنرانی حدوداً 1 ساعته مغز هر یک از این 4 کلمه رو شکافتند. 2 کلمه اول زیاد قابل تفسیر نیستن، پس بحث زیادی روشون نیست. خود آقای بزرگ هم زیاد به اون 2 کلمه نپرداختن. اما 2 کلمه بعدی تفاسیری دارد که در این برنامه به آنها میپردازیم. انقلاب یعنی یک دگرگونی، یک دگرگونی همه جانبه در یک مجموعه بشری، یا در یک ملت، یا فراتر از یک ملت در یک نسل، در یک تمدن. انقلاب معناش اینه. بله، مردم ایران هر روز این دگرگونی رو با گوشت و پوستشون حس میکنن در تمام ابعاد زندگیشون. اما چرا این دگرگونی تموم نمیشه؟ همش در حال دگرگونیه. انقلاب یک حقیقت مندگار و حقیقت دائمی است. انقلاب یعنی دگرگونی، دگرگونی های عمیق به در ظرف 6 ماه و 1 سال و 5 سال به وجود نمیاد. عجب. پس این دگرگونی عمیقه، بر همینه که 36 ساله داره به وجود میاد. علاوه بر این که اصلا دگرگونی سیرورت یعنی حالی به حالی شدن، تحول، اصلا نقطه حد یقف ندارد، هیچ وقت تمام نمیشه. توجه کردی؟ اصلا هیچ وقت تمام نمیشه. حالا چرا این حالی به حالی شدن هیچگاه تمام نمیشود؟ انقلاب چیکار میکنه؟ چه کار میکنه انقلاب؟ کاری که در آغاز انجام میدهد انقلاب ترسیم آرمان هاست. آرمان ها رو ترسیم میکنه. این آرمان ها البته آرمان های عالی تغییر ناپذیرند. پس انقلاب آرمان‌های تغییر ناپذیر ترسیم می‌کند. برای همین هم همیشه جاریه برای برقراری اون آرمان‌ها. حالا اگر بخواید این آرمان‌ها رو در یک کلمه بگین چی میگین؟ حالا آرمان رو ما اگر بخواهیم در یک کلمه بگیم، یه تعبیر قرآنی براش بیاریم، حیات طیبه است. تعبیر قرآنی یعنی مقدسه. این خیلی مهمه. بعدم چون قرآنیه پس عربیه، ما نمیفهمیم. ایشون باید تفسیر کنن. بالاخره مدرسه حوزه رفتن برای همین دیگه. حالا تفسیر یا معنی حیات طیبه چیه؟ حیات طیبه یعنی چه؟ یعنی همه چیزهایی که بشر برای بهزیستی خود، برای سعادت خود به اونا احتیاج داره. بازم یه تعبیر کلی. همه چیزهایی که بشر برای بهزیستی خود و سعادت خود نیاز داره. مثلا عزت ملی جز حیات طیبه است. ملت ذلیل تو سری خور این حیات طیبه نداره. استقلال، وابسته نبودن به بیگانگان، به دیگران، این جز حیات طیبه است. به دنبال حیات طیبه تو عبادات و تو کتابای دعا که نباید جستجو کرد. واقعیات زندگی ایناست. آفرین.
پس ما هم از تو کتاب دعا میایم بیرون و میریم به زندگی مردم تا حیات طیبه رو در زندگی مردمی که دارن در جریان انقلاب زندگی میکنن جستجو کنیم. ایرانی های 15 سال به بالا روزی 13 ساعت استراحت میکنن. مرکز آمار اعلام کرده افراد بالای 15 سال روزی 13 ساعت استراحت و فقط نزدیک 3 ساعت کار و فعالیت دارن. بیا از اینم بهتر، همش روزی 3 ساعت کار میکنیم، 13 ساعت هم استراحت میکنیم، میمونه 8 ساعت دیگه که اونم بالاخره یه کاریش میکنیم. بنا به اعلام مرکز آمار در یک شبانه روز هر ایرانی به طور متوسط فقط 16 دقیقه فعالیت های ورزشی و 9 دقیقه فعالیت های تفریحی و فرهنگی میکنه. همش روزی 9 دقیقه فعالیت تفریحی و فرهنگی داریم؟ چرا؟ ما این بقیه وقتا داریم چیکار میکنیم؟ این صفی که میبینید صف گرفتن نون نیست، صف کالایی که از نون شبم واجبتره، یعنی دارو. حالا چرا انقدر طولانیه؟ این صف بیشتر به خاطر سایت خدماته که قطع و وصل میشه. این خدمات درمانی قبلا تایید میکرد، انداخته گردن داروخونه، میگه داروخونه باید استعلام بگیره. الان ساعت 12 است، دقیقاً 6 ساعت برای این دارو من وقتم تلف شده. توجه کردی؟ حیات طیبه که باشه 6 ساعت وقت تو در صف دارو میگذرونی. چون در مقتدرترین کشور منطقه که 36 سال انقلاب در اون جریان داره، بعضی داروها فقط در یک یا دو داروخونه پیدا میشن. در کل کشورا، البته با دفترچه بیمه که بخش بزرگی از جامعه شدیداً به اون وابستن. یه مقدار از دلیل این تلف شدن وقت هم به خاطر سوء مدیریت در برقراری رابطه بیمه با داروخونه های دولتیه. این همه معطلی آخرش هم این جواب رو بشنوی واقعاً زور داره. تازه این دارو رو نداریم. یه باچه واسه اینجوری جلو اول اونی دارو دارن بعد مردم وایسان. خیلی عجله دارن، اینقدر باید کپی چه تحویل بدم برات 50,000 تومان. جاشون هم تنگ آقا، اینا بیزن یه خود جاشون رو یه جای بزرگتر بگیرن مردم بتونن وایسن. بعد از اون صف طولانی باید بیای تو صف طولانی بیمه. یک ساعت دیگه باید الان دارو بزنه و بخاطر تایید یه دارو تایید نمیشه. 30 نفرم 40 نفرم جلومه، انقدر باید عذاب بکشم تا بتونم داروی خودم رو تامین بکنم ببرم بیمارستان. خلاصه حیات طیبه حد یقف ندارد به قول آقای بزرگ، یعنی متوقف نمی شود. سکته قلبی بلای جان ایرانی ها، از هر 4 ایرانی جان یک نفر رو سکته قلبی می گیره. نزدیک به 50% علت مرگ و میر مردم کشور ما رو بیماری های قلبی و عروقی تشکیل میدن که حدود نیمی از اون سکته های قلبی است. همین که در جهاد فی سبیل الله فوت نمی کنیم و کشور در امنیت کامل قرار داره، بعد خدا رو شاکر باشیم. حالا چرا اینقدر بیماری های قلبی و عروقی زیاد شده که از هر 2 نفر فوتی کشور یکیشون به خاطر اینجور بیماری هست؟ اولین علت مرگ و میر در کشور ما بیماری های قلبی و عروقی است. یعنی روزی 378 نفر در ایران فقط به خاطر این بیماری جان میدهند. در عروق رسوب میکنه، باعث سکته زودرس قلبی و مغزی میشه. 745 هزار تن وارد کشور شده. تغذیه سالم خیلی مهمه. از حدود 15% روغن شروع شده پالم تا رسیده به در حقیقت 52%. مصرف روغن پالم توصیه نمیشه. روغن پالم که همینجوری میریزن تو محصولات غذایی. این اولش قرار بود فقط در محصولات روغن نباتی، اونم به صورت محدود استفاده بشه، اما بعد از اینکه متوجه شدن حیات طیبه رو خوب میبره بالا، دیگه تقریبا در تمامی محصولات غذایی ازش استفاده میکنن. فکر کنم فقط در تهیه خیارشور صنعتی ازش استفاده نمیشه. هرچی که درصد استفاده از روغن پال در مواد غذایی بیشتر باشه، شانس ابتلا به آتروسکلروزیس و نهایتا به سکته های مغزی قلبی و فشار خون بیشتر بشه تردیدی در این مسئله نیست. در شیر ماست حتما ممنوع هست. میزان اسیدهای چربیش باش 50% و بیشتره. تخلف به همین دوتا محصول به اصطلاح محدود نمیشه، دوتا در واقع برندی که وجود داشته. مطمئنن وقتی شما دوتا رو شناسایی میکنید باید منتظر این باشه که 10 تای دیگه هم وجود داشته که شناسایی نشده. بله خب بالاخره 745 هزار تن واردات روغن پالم در سال نمیتونه فقط تو دوتا کارخونه استفاده بشه که. روزی 378 نفر جان خودشون رو در کشور از دست میدن به دلیل بیماری های قلبی و عروقی. جنگ داخلی سوریه هم اینقدر کشته نداره در روز. به هر حال پارسال همین موقع های سرسده هایی به خاطر استفاده از روغن پالم، اونم نوع نامرغوبش، در صنایع غذایی کشور شد، اما بدون اینکه هیچ نتیجه گرفته بشه سر و ته قضیه هم اومد و دیگه کش داده نشد.
یعنی نه کارخونه پلمب شد، نه هیچ کارخونه به مردم معرفی شد که کدوم کارخونه ها دارن روغن پالم استفاده میکنن یا میکردن، و نه حتی معلوم شد که همچنان روغن پالم استفاده میشه در صنایع غذایی کشور یا نمیشه. فقط تنها چیزی که معلوم شد این بود که هنوز اون 745 هزار تن روغن پالم داره به کشور وارد میشه. وقتی که ما 3.6 میلیارد دلار داریم مبادلات تجاری انجام میدیم و موضوع واردات هم وابسته است به یک تعداد افراد معدود، چند نفر اینا؟ در واقع روغن در واقع خام و دانای روغن چه در بحث کنجالا شاید بتونم بگم کمتر از 5-6 نفر در این قضیه دخیل هستن. 3.6 میلیارد دلار که با احتساب دلار 3500 تومانی میشه 12600 میلیارد تومان در سال مبادلات تجاری برای دانه‌های روغنی انجام میشه که حیات طیبه حاصل از اون میرسه به کمتر از 5-6 نفر، یعنی مثلا 4 نفر. در عوض عزت ملیش میرسه به تمام آحاد ملت. این عضو کمیسیون کشاورزی میگه یکی از واردکننده های عمده دانه های روغنی شرکت بازرگانی دولتی زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزیه. توجه کردی؟ حیات طیبه حاصل از اون 12600 میلیارد تومان مبادلات تجاری یک راست میره تو جیب شرکت بازرگانی دولتی. برای همین پارسال سر ته قضیه هم اومد و وزیر بهداشت دیگه دنبالشو نگرفت. اما بشنوید از مجری طرح افزایش تولید دانه های روغنی که گفت دست های پشت پرده برای این تجارت پرسود باعث شده تا با کاهش 85% تولید داخلی دانه های روغنی 95% از روغن مورد نیاز کشور از خارج وارد بشه. وارد کننده ها این کارخونه ها رو در اختیار دارن و اون سودی که میخوام ببرن در واردات میبرن. گاهی شما میبینید کارخانجات روغن کشی اصلا دانه ندارن، خابیده هستن و این کارخونه ها 40% مال همون کسانی هست که روغن وارد میکنن. درسته که شما روغن نباتی هم در اختیارشون دارن. اینا گفته های مسئولین رسمی کشور در صدا و سیمای جمهوری اسلامیه. داستان از این قراره که 36 سال پیش کارخانجات بزرگ کشور از جمله این کارخانجات روغن کشی مصادره شدن و صاحبان اصلی اونها یا از کشور فراری داده شدن یا حذف شدن. در نتیجه اداره این کارخانجات به دولت سپرده شد در راستای گسترش عدالت در جامعه. حالا بعد از 36 سال به دلیل سوء مدیریت همون بخش دولتی و بروز نشدن دستگاه این کارخانجات، تولید روغن در این کارخانجات زیاد به صرفه نیست. در نتیجه تولید رو اجبارا آوردن پایین و به جاش روغن وارد میکنن. حاصل این کار بیکاری بخش بزرگی از کارمندان این کارخانجاته، صدمه به بخش کشاورزی در این عرصه یعنی تولید دانه های روغنیه، و از همه بدتر واردات روغن بیکیفیت پالمه که باعث رشد خطرناک بیماری های عروقی و قلبی در کشور شده. رفاه، عدالت، نشاط کار، شوق کار، علم، فناوری، اینا همه جز به حیات طیب است. این از جاری شدن حیات طیبه در عرصه سلامت ایرانیان. هفته گذشته یک آمار دیگه ای ارائه شد که حکایت از جاری شدن همین حیات طیبه در یک عرصه دیگه داشت. اول دبستانی ها امسال رکورد مردودی رو زدن. 45600 نفر تکرار پایه داشت. 10 سال اجرای طرح حسم نمره از کارنامه هم نتونسته مردودی ها رو کم کنه. این یک آلارم خیلی جدی است، یا بر فرایند تدریس ماست یا بر فرایند ارزشیابی ماست. آلارم چی آقا جان؟ بالاخره بعد از 36 سال تداوم انقلاب در یک جامعه بعد یه آثاری دیده میشه در ابعاد مختلف زندگی مردم اون جامعه دیگه. این آثار پنهانشه، بعضی از آثارش هم کاملا نمایانه. افق خوزستان خاکستری تر از قبل، غلظت گرد و غبار رکورد زد. طوفان گرد و خاک بامداد امروز آسمان خوزستان رو خاکستری تیره کرد و دید افقی رو به کمتر از 10 متر رسوند. نفس نمیتونم بکشم، تأثیرش همین. میخواستم برم دنبال کارم، به خاطر هوا برگردم برمیگردم میرم خونه. در آبادان و ماهشهر غلظت ریزگردها با رسیدن به 66 برابر حد مجاز رکورد زد و کیفیت هوا رو به شرایط خطرناک رسوند. هر روز یه رکورد تازه میزنیم. اصلا در تاریخ از زمان مادها تا به حال سابقه داشته ما انقدر رکورد بزنیم؟ بله ما رکورد زدیم. حالا نفس نمیتونیم بکشیم؟ اب نداره، عوضش عزت داریم. تازه همه میدونن منشأ این غبارها
نوکر و جیروخار آمریکا عربستان مرتجعه. اما نکته قابل تأمل این که منشأ این گرد و غبار داخلی بود. منشأش بیشتر داخلی بود به دلیل وزش بادهای قابل ملاحظه‌ای که داشتیم. با توجه به اینکه بادمون جنوب شرقیه، بیشتر این آلودگی از سمت ماهشهر هندیجان را امیدیه بوده. دلیل این که ما یک دفعه صاحب این همه طوفان گرد و غبار شدیم در کشور، اونم با منشأ داخلی، ساخت سدهای بیشمار توسط پاسداران انقلاب اسلامیه در جهت رسیدن به حیات طیبه بیشتر. بدین ترتیب که ساخت بی مطالعه این سدها سبب خشک شدن کلیه رودخانه ها، تالاب ها و دریاچه های کشور شده، در نتیجه یک باد ناقابل میتونه بحران در کشور به وجود بیاره و طوفان گرد و غبار به هوا بلند بکنه. 66 برابر حد مجاز. این طوفان های گرد و غبار فقط آسمان آبی رو از ما نگرفتن و محصول اون تنها تنگی نفس ما نیست. پارسال خوزستان با تولید بیش از 200,000 تن خرما رتبه نخست تولید خرما در کشور رو به دست آورد، اما امسال هر نخل بین 40-45 کیلو بیشتر محصول نداده. زمینایی که اینجا داریم میبینین شما شخ شده، کرته بندی شده، اما متاسفانه این محصول نخلا دیگه دارن پژمرده میشن. این خرما حالا اگر بدی به کسی مجانی آقا قبول میکنن. بالا رفتن درجه شوری آب دو رودخانه کارون و بهمنشیر یک روی کاهش محصول امسال بود و گرد و خاک هم روی دیگر مشکل. تمام درآمد ما روستای از همین نخلاست. اگر اینا نباشه ما هم مجبور میشیم اینجا رو ترک کنیم. اگه شرایط به این صورت پیش بره، ما تا چند سال آینده شاید نخلستونی دیگه نداشته باشیم. خب حالا نخلستون نداشته باشیم، عوضش عزت داریم. اما دلیل شوری آب کارون چی بود؟ 3 سال از آبگیری سد گتفند اولیا در خوزستان میگذره، اما همچنان حکایت شور شدن رودخانه کارون ادامه داره و جدیدترین مطالعات انجام شده از سوی دانشگاه شهید چمران اهواز نشون میده تجمع نمک در مخزن این سد همینک به بیش از 7 میلیون تن رسیده. آهان، سد گتفند که توسط قرارگاه خاتم الانبیا متعلق به پاسداران انقلاب اسلامی ساخته شده. این گزارش البته مربوط میشه به 1 سال پیش. الان حدود 1 ساله که سر و تهش رو هم آوردن و دیگه کشش نمیدن و کلن کسی جرئت نداره اسم این پروژه رو ببره. احتمالاً در آینده از این پروژه هم به عنوان 3G یاد میشه. هرچند که حیات طیبه این پروژه هر روز در زندگی مردم نمایان‌تر میشه. میدونید چقدر خرج ساخت این سد شده بود؟ سد و نیروگاه گتفند اولیا، افتخار دیگری در کارنامه مهندسان و کارشناسان صنعت سدسازی کشور. ارتفاع این سد 182 متر، عرض پی 1075 متر، عرض تاج 17 و طول تاج نیز 760 متره که برای ساخت اون بیش از 90 میلیون متر مکعب خاک برداری و خاک ریزی و افزون بر 900 کیلومتر عملیات حفاری و تزریق انجام شده. با عملیات تکمیلیش جمعاً 2200 میلیارد تومان هزینه این طرح خواهد بود. این گزارش هم مربوط میشه به سال 1390. اون موقع دلار هنوز 1,000 تومان بود. یعنی 2200 میلیارد تومان میشد 2,200,000,000 دلار. به این موضوع برای این اشاره میشه چون منبع اون 2200 میلیارد تومان دلار حاصل از فروش نفت بوده. به هر حال با این همه پول از دارایی های ملت یه پروژه‌ای انجام شده که نه تنها هیچ سودی برای ملت نداشته، بلکه ضرر هم داشته و حالا باید همون قدر پول خرج بشه تا جلوی ضرر بیشترش گرفته بشه. این در حالیه که در همون استان خوزستان مدرسه به اندازه کافی موجود نیست. دزدی میاد سر گردنه جلوی کاروان رو میگیره، به زور از اونها مطالبه موجود هست و نیستشون رو میکنه. یه نفرم بگه بله امروز مصلحت این است که ما بریم جز به ایشون هر چی میگه فرمان عمل کنیم. آی گفتی امان از دست این مصلحت اندیشان. بگذاریم. به هر حال همین پاسداران انقلاب اسلامی سدساز اجازه تهیه هیچ نوع گزارشی از صدماتی که این سد و این پروژه به منطقه زده رو نمیدن و مردم نمیدونن که چطور قراره جلوی گسترش این صدمات گرفته بشه. وقتی شما میگید ما پاسدار انقلابیم، معناش این است که انقلاب زنده است، انقلاب حاضر است، انقلاب موجود است. اگر انقلاب اونچنان که ادعا میکنن بعضی یا آرزو میکنن بعضی انقلاب مرده بود، پاسدار لازم نداشت. خلاصه پاسدارها هر چه توانستن کردند تا این چی بود؟ حیات طیبه است.
آهان، حیات طیبه رو در تمامی ابعاد زندگی ایرانیان جاری کنن. دیگه فکر نمی‌کنم راجع به این حیات طیبه ابهامی باقی مونده باشه. حیات طیبه یک ملت از جمله این است که این ملت عزیز زندگی کنه، سربلند زندگی کنه، وابسته نباشه. آقای بزرگ در این سخنرانی در حین تبیین اون چهار کلمه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به یه نکات دیگه هم اشاره کردن که پرداختن به اونها خالی از لطف نیست. مثلا اینکه چقدر منطقی بودن قبل از انقلاب. قبل از انقلاب ما از این قوت منطق در موارد زیادی استفاده می کردیم. بچه های جوان اون زمان در بحثایی که ما داشتیم، در بحثای قرآنی و اینها بنده داشتم، نهج البلاغه و قرآن و این چیزا، به من می گفتن که ما در دانشگاه در مقابل مارکسیستا دیگه حالا کم نمی یاریم. قبلا کم می آوردیم. حرف داریم، منطق داریم. یعنی ایشون منطق یاد می دادن به دانشجوها. بگذاریم. اما بعد از انقلاب همون جوان ها که معلوم نبود اون موقع تو دانشگاه ها چی کار میکردن، منطقشون رو با شدت زدن تو سر هر صدای مخالفی. شاهدش هم هزاران هزار زندانی سیاسی و عقیدتی از همون طیف مارکسیست هاست. اینکه در اون زندان ها چه بلاهایی به سر اون زندانیان آورده شد و چند هزار نفرشون به جوخهای اعدام سپرده شدن فقط به خاطر عقیدشون به کنار. ولی اصولا مشکل اصلی تفکر آقای بزرگ و همفکرانشون در گذشته و حال همین توهی بودن از منطقه. همینه که باعث میشه هر وقت احساس خطر میکنن رقباشون رو حذف کنن، فیزیکی، حتی با کتک و تهدید. سالها پیش همفکران ایشون، یا بهتر بگم طلایه‌داران همین تفکر، آقای احمد کسروی رو ترور کردن با کارد و قمه. از داعش بدتر، فقط به خاطر تفکر متفاوت. اسلام پایه و مایه و همه محتوای انقلاب ماست. البته اسلام ما اسلام ناب است. منطق این اسلام ناب هم فقط یک چیز است: زور. اما تازگی ها این اسلام ناب با یک چالش جدید روبرو شده که ظاهراً قدرت حذف اون رو نداره. آقای بزرگ از این چالش با عنوان نفوذ نام میبره. عرض کردیم امروز نفوذ دشمن یکی از تهدیدهای بزرگ است برای این کشور. نفوذ دشمن موضوع تازه‌ای نیست. 36 ساله که مردم رو دارن از این نفوذ دشمن میترسونن. اما ظاهراً این بار خودشون ترسیدن. دنبال نفوذن. نفوذ یعنی چه؟ نفوذ اقتصادی ممکنه، که البته این کم اهمیت ترینش نفوذ اقتصادی است. نفوذ امنیتی ممکنه، که جزو کم اهمیت ترینش نفوذ امنیتی است. نفوذ امنیتی چیز کوچکی نیست، اما در مقابل نفوذ فکری و فرهنگی و سیاسی اینا کم اهمیت. نفوذ فکری و فرهنگی هم خیلی مهم به نظر نمیرسه وقتی نفوذ امنیتی مهم نباشه. مهم نفوذ سیاسیه. از همه مهمتر نفوذ سیاسی و نفوذ فرهنگی است. نفوذ سیاسی هم این است که در مراکز تصمیم گیری و اگر نشد تصمیم سازی نفوذ. نفوذ در مراکز تصمیم گیری یا تصمیم سازی نظام مقدس یعنی چی دقیقا؟ یه خورده بیشتر توضیح بدین لطفا. وقتی یک کشور دستگاه های سیاسیش، دستگاه های مدیریتیش تحت تأثیر دشمنان مستکبر قرار گرفت، اون وقت همه تصمیم گیری ها در این کشور بر طبق خواست و میل و اراده مستکبرین انجام خواهد گرفت. جالبه. نظامی که در طول 36 سال گذشته با همین تکنیک جاسوس خواندن و عامل دشمن خواندن رقبا و مخالفان سیاسی اونها رو تونسته حذف کنه، حالا چطور نمیتونه از همون تکنیک استفاده کنه و فقط به اخطار دادن بسنده میکنه؟ این فقط در یک صورت امکان داره، که اون سیاستمدار تصمیم ساز خیلی خودی باشه. اما آقای بزرگ در انتهای این سخنرانی یک بار دیگه به طور ناخودآگاه یک وعده ای دادن. اونا نشستن منتظر که یک روزی ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران خوابش ببره. منتظر اینه. وعده میدن که 10 سال بعد ایران اون ایران نیست.
نباید گذاشت این فکر، این امید شیطانی در دل دشمن پا بگیره. باید اونچنان پایه‌های انقلاب و فکر انقلابی در اینجا مستحکم باشه که با مردن و زنده بودن این و اون و زید و عمرو تأثیری در حرکت انقلابی این کشور نگذاره. هرچه در فهمت آید آن بود مفهوم تو.